و 25 ماه مبارک رمضان و ما در خدمتان هستیم. والله ايضا يا اخي في الله، ممكن نتكلم بعد برنامج اللايف. انا كنت اردت ان اتكلم معك، اردت ان اتصل معك يا زكريا، ممكن اتصل لك ونتكلم ان شاء الله. انا ايضا يا اخي في الله، انا ايضا برنامه دیروز که دیگه هست در صفحه فیسبوک هست، اما واقعتش اینقدری که من در این زمان و در این تایم راحت هستم و راحت صحبت میکنم، در تایم های دیگه نیستم. این فضا و وضعیت کنونی، حالت فعلی خیلی یک حالت آرام بخش است، چون تازه اذان صبح داده و آرام آرامی است. اذان های صبح هم که در وقت در رمضان مبارک یک کمی وقت تر از آن میتن دیگه، به وقت اساسیش از آن میتن که مردم دیگه چیزی نخورن، از اون خاطر خیلی یک فضای خوبیست. هوام فکر میکنم گرم شده، احساس گرمی رو میکنم. انشاءالله یا زکریا، انشاءالله تعالی انا ایدا اشتاق لک. خب عزیزایم، خب دیروز یک موضوع تکنیکی بود و نمیشد. ما هدف قبلا هم تو زمان مشخص به برنامه مشخص نکرده بودیم، گفتیم حتما روزانه صبح کی برنامه رو میداشته باشیم، اما خب دیروز یک موضوع تکنیکی بود به خاطر از اینکه روزش از بین نره و این برنامه رو داشتیم و برگزار کردیم. کمی دیرتر برگزار کردیم، اما در صفحه فیسبوک هست، شما میتونین دیروز برنامه ویدیوش رو ببینین، کلا ویدیوش هست در اختیارتان، او را انشاءالله تماشا کنین. خب عزیزان، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. 25 ماه مبارک است و 25 درس، 25 راز از یکی از کتاب هایی که هنوز زیر کار است و یکی از کتاب هایی که انشالله به زودی به چاپ خواهد رفت. ما معمولا خب بالای هر فصلش، هر رازش، هر صفحهش، هر مطلبش، هر موضوعش در این برنامه صحبت میکنیم و خب کوشش داریم در 30 روز 30 راز یا 30 درس خوب یا 30 عادت خوب یا 30 بحث خوبی داشته باشیم که بتونه یک کتاب حداقل جامعی برای جامعه تقدیم کنیم و عزیزای ما بخوانن کتاب و همیشه نزدشان باشه و بتونن از درس های خوبی که البته خب بعد از ویرایش زیادی و کتاب به چاپ خواهد رسید و شما میتونین استفاده خوبی از این کتاب بکنین. و کسایی که خب در این برنامه است اما چکیده از کتاب میگیرن در حقیقت، انشالله که در کتاب کمک مفصل تر و واضح تر به اکثریت بحث ها خواهیم پرداخت. و امروز میریم به روز 25 کتاب 30 راز موفقیت در کسب و کار و زندگی. به ادامه همه بحث ها کوشش میکنم تمام بحث ها به زندگی و به تجارت و کسب و کارتان ربط داشته باشه. دیروز کلن راجع به 2-3 درس تقریبا راجع به فروش بود که هدف ما از فروش همو هنر تاثیرگذاری بودی بحث ها را داشتیم. امروز آمدیم راجع به صحت و سلامتی میخواییم صحبت کنیم و عادت هایی که خودم ایجاد کردم و تاثیراتی که دیدم و عادت هایی که شما باید ایجاد کنین. و همیشه باید ببینین یک چیز باید براتون بگویم، در قدم اولش انسان هستیم، درخت نیستیم، باید هر روز در تغییر باشیم، باید هر لحظه تغییر کنیم، باید هر لحظه باید خدا با شرایط جدید وفق بکنیم و منتظر شرایط نباشیم تا شرایط بیایه بعدا ما را تغییر بده. ما باید کسایی باشیم که قبل از اینکه شرایط میاد بالای ما تحمیل میشه تا تغییر کنیم، ما باید پیشگامان این تغییرات در دنیا در عصر خود در زندگی خود باشیم. امیدوارم از کرونا دیگه
قبول کرده باشین حرفای روز اول ما، حرفای قبل از روز اول، لایفایی که داشتم. عزیزای دل، کرونا ماندنی هست، دیگه نمیره. بازم براتون تکرار میکنم، نمیره. باید با این سازگار باشین. ما در خانه هستم، باور کنین. در این روزام قرنطینای باز 24 ساعته، 24 ساعته یعنی 4 روز از درست قبل تا چهارشنبه مکمل قرنطینه، که هیچ دکانی دیگه باز نیست و هیچ بیرون رفتن نمیتونیم دیگه. واقعا این قرنطینه اینجا دیگه خیلی سخت است و جدی میگیرن، هیچ کس هم بیرون نمیره و من وقتش در خانه هستم و کلا 24 ساعت در خانه هستم. اما در خانه به نهایت مصروف هستم، در خانه به نهایت لذت میبرم، در خانه کار میکنم، در خانه برنامه دارم، درست؟ و همه خب مسائلی که داره خانه، سختی ها یا چالش های هر جا کار کردن سختی و چالش خود داره و من از همش لذت میبرم، استفاده میکنم. امیدوارم بیاین دیگه بس کنین، ولی از خدا بیاین انتظار بس کنین و برین به زندگیتان از داخل خانه‌تان یک کار کنین، یک برنامه بریزین برش، بشین فکر کنین و یک برنامه و یک کار بکنین. خب بحث امروز ما راجع به عادت‌های مربوط به سلامتی و حال خوب است. یعنی چطور بتونیم حالت ما خوب باشه، صحت و سلامت باشیم. چون وقتی که ما میگیم ثروتمند شویم یا تمرکز ببریم بس ثروتمند شدن در زندگی، هدف فقط پول نیست. ثروت ترکیب از سه کلمه است: شادی، سلامتی و پول. یعنی این سه کلمه وقتی با هم یک جا میشه ثروت تشکیل میده. اگر یکی از یا ناقص باشه در زندگی یک فرد، ما او فرد نمیتونیم یک فرد ثروتمند بگیم. شاید بتونیم بگیم یک فرد پولدار است، اما هیچ وقت نمیتونیم بگیم یک فرد ثروتمند است. ثروتمند یعنی کسی که هم پول داشته باشه، هم صحت و سلامتی داشته باشه، هم شادی داشته باشه. هیچ وقت کسب و کار ما، زندگی ما و برنامه ما بحثش بر این نبوده که شما برین و تمرکزتان بر تجارت و پول و زندگی داشته باشین. در کنارش به سلامتیتان هم یکم بیندشین، به صحت و سلامتیتان هم بیشتر توجه بکنین. خواهشان حرکت کنین، هیچ جای استاد نشوین. این جملات رو یاد داشته باشین، حرکت کنین، هیچ جای استاد نشوین و حرکتتان همیشه به سمت پیش رو باشه. یعنی حرکتتان به سمت کامل شدن باشه. از انسانی که دیروز بودی امروز کوشش کن یک قدم بیشتر باش، یک قدم بیشتر، یک کلمه بیشتر امروز یاد بگی، یک فرد جدیدی رو در زندگیت برش کمک بکن، یک کسی جدید در زندگیت خوشحال بساز، یک قلب و یک دل را به دست بیار. روزی یک قدم حتما و حتما از دیروزتان تغییر کنین. هر روز حداقل به سمت کامل شدن، چون خواست الله متعالی است که انسان خلق کرده به این جهان هستی فرستاده و الان یکی از خواستاها و آرزوهای انسان است که انسانها به کمال برسند. یعنی انسان ها به سوی تکامل شدن در حرکت باشن. لذا این وظیفه ای ماست که ما همیشه باید در حال حرکت به سمت کامل شدن باشیم. هر روز، هر روز شاید به او کمالی که میخواه خب خیلی زمان ببره، اما حداقل هر روز باید در مسیر باید باشیم و به خود افتخار کنیم که خدا رو شکر در یک مسیر هستیم که روز به روز درک ما بهتر میشه، فهم ما بیشتر شده میره، مسیر بهتر و بهتر درک میکنیم. حرکت کنین به سمت کامل شدن و بهتر شدن. قطعا حرکت کنید و هیچ وقت به ترس هایی که در مقابلتان می آید و آدم های بازنده درونتان او ترس ها را براتان می گه، خواهشن برش گوش نتین و هیچ وقت به دلتان او ترس ها را را نتین. برین، برین به سمت به سمت مسیری که قرار است برین. از سنگ های تیز واقع در جاده های زندگی نهراسید عزیزاییم. در مسیری که میرین، در مسیری که شما میرین رو برش دستین، مسیری که میرین میخواین تکامل یابین، مسیری که میخواین موفق شوین، قطعا در مسیرتان سنگ ها، خار ها، آشغال ها و و و و موانی زیادی در زندگیتان در مقابلتان خواهد آمد. از او سنگ های تیز، از او خار های خطرناکی که در مسیرتان میآید و شاید پاهایتان را خونالود کنه، اصلا نترسین. اصلا نترسین، هیچ وقت آنها مانعی شما شده نمیتونه. بالاخره شما میرین، بالاخره شما پیش میرین
و یک از صحبت های یک از افرادی است که اصلا درست نمیشناسمش اما خیلی دوستش داشتم، به اصطلاح این حرفایش دوست دارم، همین گفته هایش به نام خلیل جبران به اصطلاح این صحبت ها را کرده بود و از بحثش در کتاب براین تریسی، از کتاب های براین تریسی. خواهشن برین در حرکت، حرفایی است که واقعا از یک فردی به فرد دیگه انتقال داده شده و تا روز به من رسیده و من به شما انتقالش دادم. خب یک چیز مد نظر بگیرین، یک کاری که در تاریخ بشریت هرگز تا هنوز اتفاق نافتاده و اویی است که اشخاص به اندازه امروز عمر کنن. یک زمانای قدیم من کار ندارم، به بخش معنویات بیشتر خوب تمرکز اگه بکنیم، اما من خودم شخصا یک شخص متدین و معنوی هستم، خدا را شکر از قرآن و حدیث هم از لحاظ ترجمه و تفسیرش و خیلی از مسائلش میدانم و 9 سال از دوره عمر خود کلن وقف کرده بودم به آموزشات و تعلیمات اسلامی. من این بحثایی که امروز میکنم شاید یک کمی کسایی که به اصطلاح بگویم نیمچه ملا باشن گوش کنن، اما میگن نیمچه ملا خطر ایمان، اونو طایفه شاید سرم فی بگیره، به او خاطر خواستم میره بگویم که من وقتی که در مورد تو مسائل صحبت میکنم خدا رو شکر از دینم حداقل یک حدی میدانیم و تا جایی 9 سال شبانه روزی در مورد مسائل دینی مکمل من درس خواندم و تحقیق کردم و مطالعه کردم و خدا را شکر به قرآن عظیم شان و ترجمه و تفسیرش همه از یارا مطالعه کردیم. با آن هم در وضعیت کنونی که اینی ما میبینیم، این چیزهایی را که میگم، اینی فعلا عمرهایی که فعلا در اکثریت کشورهای پیشرفته قابل ملاحظه است و مردم مثلا در تولید دواها، وسایل طبی، مراقبت های بهداشتی، خلاصه ای به افراد امکان از این را میده که ای تکامل یابه و زنده بمانه. واضح است که وقتی در یک کشوری که نموتر است، نشفاخانه است، مرگ و میر زیاد است، مریض میشه، یک سکته قلبی یک نفر صورت میگیره، خب زمان مشخص معین داره وقتی که به شفاخانه رسانده نشه و از بین میره. باز ما میگیم خب در سر خود میزنیم، میگیم عمرش پر شده بود، حالان که شاید یک شفاخانه میبود و سالم میآورد و جور میشد. وقتی شفاخانه نیست، امکانات نیست، ولی عمرش پر شده بود، خدا ببخشش. تفلک یک ویدیو را دیدم، حتما در یک جای کوشش میکنم شیرش کنم شما هم ببینین، خیلی کوچک، خیلی طفلی که من بسیار با مشکل نمیفهم چه رقمی او به دنیا میه، اصلا شکل و قواریش به این اندازه است اصلا هنوز تکمیل نشده در جنین مادر و او را در چندین روز توسط ماشینالات و تغذیه ماشینالاتی زنده نگه میدارن تا یک نوع رو تکمیل میکنه و بزرگ میشه. بعدش چهره روز اول و چهره دومش ببینین اصلا قابل باور نیست براتون، باور کنین. خب ما دیگه همه چیز خواهشن عزیزایم، همه چیز به تقدیر نه اندازین، همه چیز سر تقدیر چپه نکنین، یک کمی ما شما هم نقش داریم. باور کنین که امروز در کشورهای پیشرفته، در کشورهای از لحاظ اقتصادی و از لحاظ طبی که بسیار پیشرفت هستن، یعنی زیادی از انسانها دوره های 70 و 80 سالگیشان بسیار بسیار به خوشی و خوبی به سر میبرن و زندگی بسیار خوبی دارن، زندگی بسیار امکانات دارن. مثلا یکی از کشورهای کهنسال مثلا بریتانیا و خیلی از کشورهای دیگر، کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی رو ببینین، یعنی کسایی هست که حتی و فعلا پیدا شده روان است که 90 ساله و حتی 100 ساله هستن و بهترین زندگی دارن و زندگی لذت میبرن. من همین چند وقت پیش یک خانم است به نام، برین در اینستاگرام سرچ کنین، خیلی جالب است برام، 90 سال است سنش، به نام ایران خانم، ایران خانم اسمش است، خب این نام از دیگه، برین این سرچ کنین و ببینین چی یک زندگی داره و چگونه زندگی میکنه در اون سن سال و عجیب است و خیلی ازش درس میگیرین، مطمئن هستم. در دنیاهای بیرونی شما را ببینین، یعنی این حالت پیش آمده و این حالت اتفاق افتاده روان است. پس و در تاریخ عمر، یعنی در تاریخ تمام زندگی بشر، یعنی مثلا تمام زندگی بشر اگر ما مد نظر بگیریم، طول عمر زیاد صرفا بر حسب
اتفاق و تصادف بود یک زمانهای قبل، که میگفتن تصادفی خدای یگان تا مثلا کمی عمر زیاد میکرد کمی بیشتر. اما امروز طول عمر موضوعی است که شخص میتواند حتی او را انتخاب کنه. میخوای زود از دنیا بری یا میخوای دیرتر از دنیا بری؟ باور کنین درست است، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، آیت قرآن عظیم شان است، ما قبول دارم، اما حداقل به مو چیزی که خدا بر تعیین کرده بمر، نه قبل از او. منظور ما ایست، یعنی خدا بر تو یک اجل تعیین کرده، اما تو قبل از او توسط مریض های مختلف، مرض های مختلف از دنیا از بین میری، و ظلم میندازی سر گناهش، میندازی سر الله متعال و سر تقدیر و سر مسائل، متوجه صحت و غیرت نمیباشی. خب یک موتر است، اگر درست حفاظت کنی چقدر کار میده؟ اگه درست حفاظت نکنی خرابش کنی چقدر کار میده، چه مدت زمان میبره؟ خب خراب میشه، زود از بین میره، باز میندازی، والا قسمتش وقتش پوره شده بودی موتر. نمیتونیم عزیز دل این چه داره، همه چیز سر تقدیر نه اندازین. پس امروز شما در موقعیتی قرار دارین که میتوانید تصمیم بگیرید در سطح بالای جسمانی زندگی کنید، از لحاظ صحی، از لحاظ بهداشتی، از لحاظ صحی، با استفاده بهترین محصولات، محصولات خوب، به جسمتان خواهشان ارزش بدین، به دندانایتان خواهشان ارزش بدین، به جلدتان خواهشان ارزش بدین، خواهشان هر چیزی را استفاده نکنین، هر چیزی را در دهنتان نزنین، برس دندانتان، کریم دندانتان، شامپوی مویتان متوجه باشین، و جلدتان و و و غذاهایی که میخورین، غذاهایی که نوش جان میکنین، همه از یاد در زندگی شما، در طول عمر شما، در صحتمند بودن شما نقش داره و نقش خواهد داشت. شما میتونین یک سلسله عادت ها را در زندگیتان ایجاد کنین و فراهم بسازین روز زندگیتان که باعث شوه طولانی تر زندگی کنین، یعنی به عمر حقیقیتان حداقل برسین. و این چیزی است که نسل های قبلی امکانات نداشت و خیلی ها در دنیاهای مختلف به اثر نداشتن یک سلسله ناامکانات، یعنی چیزهایی که وجود نداشت از دنیا می رفتن. حالا خب ما می بینیم در کدام ولایات و شهرستان هایی که امکانات شفاخانه و امکانات ندارن، خب زود از بین میرن یا غذای درستی که نمی خورن و نوش جان نمی کنن. شما ببینین اغلب و اکثریت مرگ های زودرس تا حدودی زیر قابل پیشگویی هستن در دنیا و می فهمن. امروز کرونا رو همه می فهمن، بازم جدی نمیگیرن. میگم در خانه بشینین خواهشان از ابوشو کار کنین، نبراین خواهشان جدی بگیرین. در افغانستان که بیبی با او حالت که امکانات نیست و جدی نمیگیرن، اینجا باور کنین خیلی امکانات است. بعضی وقتا توسط هلیکوپتر دواپاشی میشه، در هر ازگاه موتر و هر جایی که میری از او ماشینکا نصب کرده که دستایت باید بزنی، بدون ماسک اصلا برد سودا نمیتونه داخل دکان شوی. در داخل سوپرمارکتی که به نیاز روزانه میری و هفته یکی دو روز اجازه میده، بدون ماسک یا اجازه سودایت سودا برات نمیده. برای با این همه امکانات جدی میگیرن. در افغانستانی که هیچ امکانات نیست جدی نمیگیرین، به خدا وضعیت وخیم تر میشه. خواهشان جدی بگیرین. خب یک مرگ پیش بینی شده است، خوب بازی میفهمیم ده این مرگ است. آیت قرآن عظیم شان است، میگه ولا تلقوا انفسکم بایدیکم الى تهلکه، خواهشان خودتان خود خودکشی نکنین. کسی که فعلا میفهمه که کرونا مرگ است و میمره و میره به سمتش و جدی نمیگیره، یعنی خودکشی. فکر نکن تو شهید میشی، باور کن ببین حفاظت جان و جسم فرض است و ما باید متوجه ازی باشیم. خدا خواهشان با دستهای خودتان خود نکشین، خودتان خود با دستای خودتان در هلاکت نندازین. ای آیت قرآن عظیم شان است، نه حرف من، این خدا گفته. از زمانی قرآن عظیم شان نازل شده تا به امروز خیلی از مرگ ها عزیزان پیش بینی شده است و بیماری های مثلا از جمله اگر ببینیم بیماری های قلبی، همه میفهمن که از دنیا میبرند، سرطان میفهمیم، سکته مغزی، سرطان ریه که ناشی از سیگرت کشیدن است و چقدر نقش داره متاسفانه، چقدر مردم میفهمنم که سیگرت کشیدن مرا میبره به سمت هلاکت، بازم میکشن. خب این خودکشی نیست چیست؟ باور کنین سیگرت کشیدن خودکشی است، سیگرت کشیدن خودکشی است. متاسفانه خیلی از دکترها میرن خوب میفهمن، بازم میکشن.
به لحاظ خدا در پشت سر هر قوطی سیگرت نوشته است که از پاکستان هم که میان نوشته است تنباکو و چمچی فلان حرام هی. در انگلیسیش هم که ببینی واضی نوشته است، بخوانندم پشت سر قوطیش این ضرر داره، مضر است. واضی نوشته که مضر است، باز هم مردم میگیره میکشن. نمیفهم این یعنی خودکشی، یعنی خود را به دستای خود در هلاکات انداختن. مرگ ناشی از حوادث رانندگی، برو تو تقدیرت میگه عمر من تقدیر هرچی باشه، برو حادثه که تکر تو اگه زنده موندی. درست از اگه تقدیر در جایش از خواهشن به منطقی بشین فکر کنیم. یا مرگ های ناشی از بیماری های قند که اغلب ناشی از چاقی و عادت های غذایی است که ما متوجهش نمی باشه، میتونیم برش اشاره کنیم. خیلی مهم است، خیلی اساس است، در حال است که واقعتش میتونیم کنترلش کنیم، به دست خود ماست و میتونیم به سلامت خود یک توجه خاصی داشته باشیم و متوجهش باشیم. حتما تایم با ما بگین از این بحث فکر میکنم یک دو روز شاید دوام پیدا کنم. فصلی که در موردش صحبت میکنیم در این برنامه کلا بالا از صحبت میکنیم که بعضی از عادت هایی که خواهرای ما و مادرای ما میتونن متاسفانه اگر متوجه ازی باشن، اگر متوجه ازی نباشن خب میرن مریضای زیاد میشن. 90 ببینید بالای 90 فیصد امراض از خوردن است. بالای 90 فیصد امراضی که به ما پیش میایه و متاسفانه اکثریت مرگ هایی که در بیمارستان ها هست به خاطر خوردن است. قبول دارین ندارین برید تحقیق کنین، اکثریت مرگ ها به اساس به خاطر خوراک است که ما نوش جان کردیم و متوجه نبودیم، و چاقی که اصلا دیگه کنترل نمیشه. از انرژی و نشاط فراوان برخوردارن، اما کسایی که صحتمندن سالمن متوجه حالات خود هستن، متوجه خود هستن. یک زمان خیلی علاقمند بودم چاق شوم، بعد از 2-3 سال میشه اصلا شوق ندارم و خیلی کنترل میکنم. باور کنید خیلی کنترل میکنم. همینطورم صبحکی هم یاله تو اشتیاش هست یا غوری پلاو باشه نوش جان میکنم، اوکی خیلی راحت میتونم. اما میتونم در کنارش یک 5-6 تا میوه هم بخورم، یک 10 تا خرما هم بخورم، میتونم. اما من با یک گلاس جوس با 3-4 گلاس آب شرگرم کل روزی خود گرفتیم در میمای برکم. پجز از بعضی از روزها اگه مثلا شب غذا کمتر بوده، سحری مثلا شبم به مشکل است، با 2 تا بولانیم زندگی میشه. خب برو بخوان خواهشم، تو چقدر کالری باید بگیری که زنده میمانی و خوب زندگی میکنی و کل ویتامینات کامل میباشن. خب بنال با 3 خرمارم با چای خورده میتونیم 10 تارم خورده میتونیم، ولی از خدا و کنترل نمیکنن. اکثریت مردمی که چاق هستن دلیل اصلیش میفهمین چیست؟ 3 وقت غذایش خو خیر او در جایش و اصلا وقت تأثیرم برو نمیکنه اگه 3 وقت غذا رو هر قدر بخوره. مشکلیست که در وسط 3 وقت غذا 6-7 وقت غذای دیگه دارن، غذای اضافی بین غذاها میشینن یک کیکای شیرین بابی را میزنن که چقدر کالری دارن. شیرین بابی را نوش جان میکنن، کنترل نمیکنن. و خدا اگر نه ورزش در از دادم ها تأثیر کنن، نه به اصطلاح بگویم دواها تأثیر کنن، نه 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 موادهای کیمیایی غذایی تأثیر کنن. تا که دهنه کنترل نکنی، ای خوردن کنترل نکنی، او چیزا تاثیر نمیکنه. پس ما کلا راجع به عادت های صحبت میکنیم عزیزا که راجع به سلامتی و صحت و سلامتی است و باعث شوه که عمر خوب داشته باشین، صحت و سلامتی خوب داشته باشین، زندگی خوبی را برای خود و خانوادتون رقم بزنین. راجع به این مکمل در اینجا صحبت میکنیم. اولین بحث ایست که خودتان باید بخواهید که سالم باشید. تا شما نخواهید این کتاب و این درس ها هیچ کدامش فایده نداره. و آمدگی شوین که یک جسم مطلوب، چیزی که میخواهی. امروز باور میکنین ما که دیگه باید بیبی یک زمانی بود هرچی میگفتیم گپ ناق بود و به اصطلاح غیر قابل باور. امروز که دیگه هر روز فیلم میبینین، این میبینین، اون میبینین، میفهمین. هزارها سریال و فیلم دیدین و میبینین که انسان ها چی بودن، چی ساختن. خدا در 6-7 ماه خدا بیادر این تو چوبک کردن، بعد از او پس پنداندن. حال میفهمیم که چاقی و قد و فلان و فلان و همه چیز به دست خدا ما شده. قبول دارین؟ حال حداقل ایره من خب عزیز ما باید از سری برنامه رو ببینی تا ای که بفهمیم در مورد چی صحبت میکنم.
میفهمم عمر به دست الله متعال است و ایر صحبت کردم در اول بحث، کسایی که جدید میپیوندن حتما گفتمان فی میگیرن سر این بحث های. برین خواهشان برنامه را ببینین. من منظورم است که هم عمری که الله متعال برات داده را زندگی کن، خوب زندگی کن، خدا برو به چاقو بزن بکش، ولی الله متعال به من عمر داده. این نمیشه عزیزم، مکمل بحث را گوش کن میفهمی انشالله. ببینین شما باید بخواهین که آخرین جسم خوب صحت و سلامت این فعلا به دست شماست. یکی ورزش میکنه جسمش را چطور میسازه، یکی هم نمیکنه اون چیزی که هست. خب همه چیز فعلا در تحت علمو، چون ببی الله متعال خودش میفرماید یا محشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفضوا من اقطار السماوات والارض فانفضوا لا تنفضوا الا بسلطان. ای معشر انسان ها و جنیات، اگه خواستین از قدر زمین و آسمان عبور کنید. مردم تازه قدرهای آسمان ها را پیدا کردن، هنوز زمین شروع نشده کشفیاتش که پایین بریم چه گپ هست. خداوند اینجا فرموده عبور کنید، بروین. و اینجا باز قدرت خلق به انسان داده شده، اما لا تنفذوا الا بسلطان. درست است که میرین، درست است که عبور میکنین، وسیلیش بساز باز برو. یعنی که الله متعال خلاق است، خلق کننده است، و بنده ای که او را اشرف مخلوقات در کره زمین ساخته و از روح خود دو دمیده قدرت خلق به انسان داده و انسان میتونه از این استفاده کنه. و شما ببینین همه چیز، یعنی خدا اصلا برو کار بکو، برو فکر کو، برو بیندش، برو کار بکو. اولین عادتی که باید به او توجه داشته باشید و خیلی مهم است در زندگی، داشتن وزن مناسب است. من معمولا وزن مناسب خودم که یعنی پیش بینی میکنم، هر کس بگه میگم قد چند است. اگه میگه 1.60، خب میگم 60 خوبه، بین 60 تا 65 نباید بیشتر شوی. اگه میگه 1.70 میگم خب 70، اما 65 تا 70 باشه خوبه، از او زیاد اصلا خوب نیست و بیاین پایین. این تکنیک است که به اصطلاح طبی است، روانشناسی است، هر چی که است، اینو من خودم از استفاده میکنم و معمولا از این روش پیش میرم و تا جایی که دیدیم خوبم بوده، تا جایی که بودیم همین اندازه ها صحت و سلامتی بیشتر بوده. شما در نظر بگیرید در امریکا، در حال حاضر در امریکا 50 میلیون نفر چاق هستن. 50 میلیون نفر چاق هست. این به این معنی است که این اشخاص 20%، یعنی 20%شان از وزن ایدیال خود وزن دارن، وزن حقیقی خود که باید داشته باشن 20% بیشتر دارن. باید مثال 60 کیلو باشه، وزنش از 80 90 حتی بالای 100 کیلو بیشتر از این. از همه اینها بدتر از چی است؟ میلیون ها نفر که وزنشان 40 تا 50% از حد طبیعی و مجاز هم بیشتر است. ایدیال خوب کسایی که ورزشی است، از وزن اصلیشان هم مثلا باید وزنشان 60 باشه یا کش میگنن از 60 هیچ بالا نروه. 60 اگه وزنت باشه خب تا 65 هم گپی نداره. اما کسایی که وزن بیخی ایدیال میخواین، یعنی معنیش است که نمیخواین از او هم بیشتر شه. درست؟ کسایی که از وزن طبیعیشون بسیار بالاست، این 40 تا 50% است، خیلی بیشتر از این. و متاسفانه همه ای اشخاص در خطر مرگ ناگهانی و زودرس قرار دارن و اکثریت مرگ ها از چاقی است و دفتن حمله قلبی میه. دیگه میه خب حمله قلبی از کجا میه عزیز دلم؟ از پرخوری میه و از این مسائل میه. یکی از چاق ها به شکایت میگفت، این خیلی جالب است، علت چاقی من به خاطر غددم است. میگه من یک شکل غدد است، اونو مرا چاق کرده. میگه دکتر در جوابش گفت بله همین طور است، من قبول دارم، مشکل در غدد شکمت است که روز 5 نوبت یا 6 نوبت یا 7 دوره بدکاری میکنی هم بایش. مشکل غددهای شکمت است که روز 5-6 بار، 10 بار و یوازی 3 بار و چیز زاره که نباید بخوری، اما غدد شکمت مشکل داره. عزیزای دلم،
آنچه هستید و آنچه ممکن است باشید بستگی به انتخاب شما دارد. چه بخواهی باشی؟ امروز هر جسم، هر وزن، هر صحت سلامتی داری کار ندارم. از امروز یک تصمیم بگی به نظرم. اگر میخواهی برخی از جنبه های زندگی خود تغییر بدین، باید انتخاب های جدیدی بکنین، تصمیمات جدیدی در زندگیت بگیرین و کوشش کنین برین عمل کنین در زندگیتان. چاق بودن که دیگه واضح است که تا حدود زیاد موضوع انتخابی است و میتونیم انتخاب کنیم لاغر باشیم یا چاق باشیم، به دست شماست. و اینو متوجه باشین که هیچ کس بجز از شما نمیتواند به جای شما نان بخورد. قبول دارین؟ این به دست خودتان دیگه، یعنی به جای شما کس دیگه نمیتونه. نگام دادیم که به جای من بخوام اونجا در به جای تو میخوره، خود برباد میکنه، خود تباه میکنه، به خود آسیب میرسانه. به جای من بخو، نوش جانت بچش، والا به جای من بزن. نمیشه به جای تو زدن خوردن و بدر، هر کس به جای خود میخوره. هیچ کس در دهن شما غذا نمیگذارد جز خودت. قاشق و دست و دست خودت هست میگیری غذای بیشتر میخورید. شما به توجه و تصمیمات خودتان غذا میخورید. اشخاص به خاطر از این چاق هستند که وقتی به غذا میرسن نمیتونن از آن بگذرن. والا دیگه امروز گیر کردیم. بیا اکثریت چاقا را ببینین، فوازی از خوراکشان بین حد زیاد است. و امروز دیگه مشکل نیست، امروز خیر باز روز بعدی را تصمیم میگیریم. امروز خیر روز بعدی را تصمیم میگیریم تا که از دنیا میرن به نمی حالت روز بعدی را تصمیم میگیرن، یا معلوم نیست که چی وقت پرخوری را کم میکنن. در مورد برنامه هایی که شما رژیم بگیرین، هزارها کتاب، صدها کتاب نوشته شده. برنامه یوتیوب زیاد است، دکترها نسخه های زیاد داره. من میال 5 نسخه بسیار خوبی طبی علمی دارم که از چند دکتر گرفتیم به خاطر یک سلسله محصولات یا که در اختیار بعضی عزیزای ما قرار دادیم. نسخه های طبی رژیمی که باعث میشه مثلا شما وزنتان کاهش بدین. اگر برین تمام کتاب ها را بخوانین، اگر 50 تا 100 تا کتاب، هزارها کتابی که در این مورد نوشته شده بخوانین، یک چیز خلاصش میکنه، یک جمله خلاصش میکنه. میفهمین اون جمله چیست؟ کمتر بخورید، بیشتر ورزش کنید. تمام. کمتر بخورید، بیشتر ورزش کنید. اینمی تمام 50-100 تا هزار تا کتاب رژیمی که نهفته و در مورد صحبت شده در مورد می گفته. کم بخور، ورزش زیاد کن. اگه میخواین با وزن دلخواه خود برسین، هر روز خواهشان کمتر بخورین و بیشتر ورزش کنین. این معنیش است. اما بدانید که یک چیز باید متوجه باشین. چند سال است که چاق هستی؟ سالها را در بر گرفته چاق شدی. یک روزه چاق و یک روزه لاغر نمیشی عزیز دل. همین رقمی که سالها به تدریج چاق شدی، لاغر کردن از او که سخت‌تر است. به تدریج آهسته آهسته باید از وزن بدن خود کم کنین. وزن کم کردن کار ساده ای نیست، باید متوجهش باشین، زیرا شما به پرخوری عادت کردین. به کم به دو تا خرما، با چای 20 تا خرما رو میخوره، شیری نیست دیگه. و بدر با دو تا هم گزاره میشه، یک تا خرما میشه با چای بخوری، 16 تا رو میخوری. تو باز دیگه میگی نمیشه. شما عادت کردین به پرخوری و حالا این عادت شکستاندنش هم کار آسان نیست دیگه. تو باید اول این عادت رو ترک کنی. شما عادت میکنین که صبحها، شبها، چاشتها، غذاهای خاص نوش جان کنی. این حال بیا ایره کمش کن. شما که مثلا میخواین غذای مختصر، در وسطشان هم تنقلات داری، چاشت عصر گشت نمیشی، آیس کریم باب و شیرین باب و کیک های شیری و لپ و جپی که میزنی، کل از این حساب کن، روزانه جمع کن. یکان چی هست، یک اپلیکیشن هست، میتونین جستجو کنین در موبایلتان، او را برو وزن تا بزن، قد تا بده، کل مشخصات تا بده. بعد از او برات میگه که وزنت باید چند باشه، قدت باید، حالا کل چیز دیگه ساخته شده. و روزانه میگه چقدر کالری باید بگیری و هر غذایی را خورده دو میاندازی، بعدن برات میگه که این کالریش چند است و نباید از این زیاد بگیری یا از این نباید کم بگیری. این عادت شما در خود ایجاد کردین. و شما مثلا بالخصوص کسایی که در شب پرخوری میکنن، شب که دیگه خیلی ضررش بیشتر است. کسایی که شبانه غذای زیاد میخورن، متاسفانه بعضی روز کم میخوره، شب دیگه
و بعد شب خیلی کمتر بخورین، خیلی غذای سبک بخورین، چون میخوابین راحتتر بخوابین. اینال عزیزا، شمایی که یه همه عادت کردین، شکستن یه عادت دیگه کار ساده نیست. یه دیگه معجزه نمیخواه که دیگه تو بری یک شبه شروع کنی دیگه سبا دیگه چوب شوی، اسکلیت شوی، نمیشه. اما اگر این هدفتان باشه، اگر این تصمیم بگیرین، جدی باشین در این مسئله، قطعا شما یه عادت میتونین بشکنین. اول باید عادتهای قبلی را بشکنین، بعد از او بیاین عادتهای جدید را در زندگیتان ایجاد کنین. پس یک هدف مشخص به سلامتی بسیار خوب و عالی برای خودتان مشخص کنین. یعنی میخواین این را بشینین اگه هدف گذاری کنین که در چی مدت زمانی شما به وزنی که میخواین باید برسین، چی زمانی و به چی وزنی، چی مدت زمان کار داره. میشه به شکل حتی مکتوب هدف نویسی کنین و بعد از او وقتی که هدفتان رو مشخص کردین که باید وزن فعلیتان چند است، چه وزنتان رو میخواین از دست بدین، به چی وزن میخواین برسین، اینه که مشخص کردین. بعد از او بیا اینال یک سلسله کارها، یک سلسله اهداف، یک سلسله اقدامات برای رسیدن به این خواستید و چه کارهایی بکنی. این خیلی مهم است، چه کارهایی بکنی، چه کارهایی میتونی انجام بدی، همش لیست کو و بعد از او هر روز همه روزه به سمت از او قدم بگذار و برو اقدام کن. درست؟ که خیلی از داروها و و و در دنیا وجود داره، خواهشن هیچ داروی بی ضرر نیست. کوشش کنین اگر داروهایی پیدا میکنین، کوشش کنین بیشتر مکمله های غذایی باشه، غذاهایی وجود داره که باعث میشه کاهش وزن برتان بده. فعلا در دنیا خیلی از اتو غذاها هست، دنبال دواها نگردین که در کنار زیگه لاغرتان میکنه، خیلی ضررهای زیادی هم داره. شما کوشش کنین مکمله های غذایی، بالخصوص مکمله غذایی ریشه کنجاک که به اسم گلوکومونا خیلی معروف است، در چین خیلی استفاده میشه. شما میتونین در مورد ازی تحقیق کنین، در گوگل سرچ کنین و میتونین از همچو مکمله های غذایی، مکمله های گیاهی بی ضرر، از این مسائل میتونین استفاده کنین در کنارش که زودتر کمکتان کنه. و همزمان وقتی یه همه انجام دادی، یک تصویر ذهنی همو وزنی را که میخوای به دست بیاری در ذهن داشته باش و خود را ببین آینه که واقعا به همو فرد مورد نظرت مبدل شدی، اوکی؟ و یک عکسی از مجله یا روزنامه ببر، مثلا ترتیب بدی، به اصطلاح یک عکس دیزاین بدی، یا یک عکس پیدا که از یک جای بگو من اینی رقم میخوایم شوم و همو را به اصطلاح همو عکس را بگی، کلی از او را بکن، فوتوشاپ حال ساده است دیگه، کلی از او را دور کن، کلی خود را سر از او بان، تصویر سازی کن. تصویر سازی هم خیلی نقش داره. هر روز و عکس را بگی بگو من اینمی نفر میشم، کلی خود را بان، جسمی از او را بان، حال دیگه کارتان ساده شده. یک عکس اینال ببر در یخچال نصب کن، چون هر خوراک شوه طرف از اون میرینه میدوی طرف یخچال، در آشپزخانه نصب کو، یا مثلا در دستشو، در آینه، در هر جایی که میخوایی در چشمت بخوره، هر جایی که سر و کار داری دیگه زیاد میچرخی، در اتاق خوابت نصب کو، اینقدر بالای ذهنت کار کو تا ای که این تصویرسازی در ذهن ناهوشیارت جای بگیره و بخوایی به او شخص هر روز به ضمیر ناخودآگاه فرمان بده که تو میخوایی واقعت این هدفت بالایش نایل شوی و موفق شوی و بری هدف حتما تک بزنی. پس این را متوجه باش، به شکل مرتب و تکرار به خود نشان کنید که مثلا هر روز بگو من اینقدر وزن کیلوگرم دارم، مثلا اینقدر وزن دارم، هم وزنی که میخوایی را بگو، هر روز را بر خود تکرار کن، تکرار کن. این هم نقش داره. و وقتی که تصویر سازی را با تایید جملات مثبت که ترکیب میکنید و با اقدامات روزانه یک جایش میکنید، از یک سو تصویر سازی میکنید، از یک سو با اقدامات روزانه با هم یک جایش میسازید، این خیلی با سرعت تحقق مییابه و شما به سمت خواسته هایتون، چون هر روز حرکت میکنید، مطمئن باشین که به وزنی که میخواین حتما و حتما میرسید. با خودتان مدارا کنید، زیاد سختم نگیرید، یعنی تصمیم نگیرین که امروز دیگه خود چوبی خشک بسازین، دم یک روز، دو روز، دم یک ماه، دو ماه خود خشک کنین، ای هم ضرر میرسانه برتان. عجله نکنین. همین رقمی که چاق شدین در چه مدت، بیاین آهسته 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 ایده در چندین ماه کم 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 کمش کنید، یعنی زمانی بیشتری برش نتین.
و ما مطمئن هستم که یک مدت زمان وقت بگذره این دیگه میشه عادت شما و دیگه امو به اصطلاح ما یک کسی رو میشناختم و به هر چی رو میخورد خیلی زیاد میخورد، بعدش خب تصمیم گرفته بود وزنش پایین داده بود، بعدش که میامد مثال خانه اما وقت امروش مینشستم میگم بخو نمیخورد من رنج میبردم، میگم چرا نمیخوره شاید غذا خوش نامد، اما جالبی بود جالبی بود این فرد، یعنی به که زمان عادت کرده بود میده کوچک میشه دیگه، میده و دست خود ماست، بزرگش کنیم خردش کنیم بزرگش کنیم خردش کنیم، میدهش خرد شده بود یک مدت بعد عادت کرده بودی ره. وقتی ای عادت کنی دیگه راحت با دو خرما دیگه تو گزاره میکنی و راحت میتونی زندگی کنی. امیدوارم. خب ما نیم ساعت قرار بود، فعلا 40 دقیقه شد و این بحث داشتیم، همین 40 دقیقه کافی است تا اینجا از این استفاده کنین، چون صحت و سلامت خیلی مهم است. انشالله روز بعدم کوشش میکنیم در مورد از این یک کمی صحبت کنیم که چه غذاها را بخورین چه غذاها را نخورین، از چه غذاها پرهیز کنین. دیگه یک کمی بحث ها مانده که بعضی مسائل حساس و حیاتی را در موردش فردا انشالله صحبت میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار، با امان خدا.